از جایی که به طور کلی جامعه به دو قسمت تقسیم میشه، مجتهد و مقلد. وقتی که فردی در جامعه خودش رو به عنوان یک مقلد معرفی میکنه یا هویتش به عنوان یک مقلد مشخص میشه، یعنی کسی که داره تقلید میکنه، یعنی کسی که به قلاده بسته شده. در نتیجه اون جمعی از طرف دیگه مجتهد هم اتفاقا هدفش این است که همه رو به قلاده ببنده، به این عنوان که اگر یک دیکتاتوری هست میخواد آن چیزی که برای اون ارجحیت داره برای همه هم همون ارجحیت وجود داشته باشه. پس اگر که یک مجتهد میگه که به همه بهائیان برید و حمله کنید، در نتیجه میخواد که هم همین کار رو بکنن. اون کسانی هم که خود هویتش خودشون وابسته شده به تقلید، اونها هم میان این کار رو انجام میدن. خب حالا این رو ما چگونه میتونیم عوض کنیم؟ چگونه تقلیبی میتونه به وجود بیاد که این مسئله تغییر پیدا کنه؟ من خواهش میکنم ترجمه بفرمایید. تغییر به طور کلی از تفکر شروع میشه، یعنی اون ذهنیتی رو که مجتهدین به مقلدین القا کردن، مقلدین باید بیان این رو عوض کنن. و این مسئله ایست که به طور کلی در بطن قانون جامعه جمهوری اسلامی وجود داره. شما ببینید اتهاماتی که به بهائیان زده میشه چیه. در همین نامه خانم مهوش ثابت ایشون میگن اتهامی که بهشون زده شده، اداره جمعیت تحت عنوان فرقه انحرافی زاله با هدف برهم زدن امنیت کشور. حالا ما بگذاریم از اینکه اداره جامعه بهائی یک چیز واقعی است که خب میتونن نگاه کنن، بله اینا داوطلب بودن که مدیریت کنن جامعه بهائی رو، ولی مسئله نیت خوانی و هدف خوانی در ذهنیت یک فرد، این یک چیز ملموسی نیست. این فقط مخدوش کردن یا مخدوش بودن تفکر اسلامیه که فکر میکنه جامعه بهائی هدفش برهم زدن امنیت کشوره. شما تصور بفرمایید در دادگاه های قانونی و بین المللی چقدر مشکله که نیت رو اثبات کنن. جامعه بهائی همیشه این مسئله رو مطرح کرده که به هیچ وجه قصد برهم زدن امنیت هیچ کشوری و هیچ منطقه رو نداشته. تاریخ هم اینو ثابت کرده که اتفاقا برعکس اون، جامعه بهائی همش در راستای توسعه، ترقی، بهبود، کامیابی کشورها. الان در کشورهای مختلف جامعه بهائی داره به اثبات همین کارو میکنه، میخواد که کودکان دختر تعلیم تربیت داشته باشن، آموزش ببینن، و همینطور فقرا و غیره. پس هدف در تاریخ جامعه بهائی نشون داده که همش توسعه بوده، هیچ امنیتی از بین نرفته. ولی این نیت خوانی متاسفانه نه تنها در قانون جمهوری اسلامی، بلکه به نظر میرسه در تفکر جامعه هم وجود داره. حالا اون چیزی که خانم مهوش ثابت خواستن این است که اگر که جامعه دولت بهائیان رو از تمام موازین زندگی رد صلاحیت کرده، شما با تفکر خودتون این رد صلاحیت رو قبول نکنید، شما رد صلاحیت نکنید و روایت جامعه بهائی و افراد بهائی رو از زبان خودشون بشنوید. یعنی نیت خوانی نکنید، یعنی این چیزی که بخواید مثلا مغز یکی رو باز کنید ببینید هدفش، این اصلا غیر ممکنه. آنچه که خانم ثابت از جامعه ایران، هموطنان ایران میخواد، این است که خودشون برن و حقیقت جامعه بهائی رو با فکر آزاد خودشون کشف کنن. آیا ثابتان، آیا امیدی هست که حالا از طریق آموزش یا از طریق اندیشه بشه چنین تغییر رو ایجاد کرد؟ به نظر من همیشه این امید هست، ولی فقط این حقیقت هم باید در نظر داشته باشیم که نه تنها آزادی بهائیان، بلکه آزادی همه شهروندان ایرانی در گروه عمل کرد به همین آزادی است. یعنی هر شهروند ایرانی از هر طبقه و ایده‌ای که میخواد باشه باید بدونه که آزادی ایران در گروه آزادی تفکر اوست، که اون به خودش اجازه بده که بدون هیچ گونه تعصبی بره و برای خودش پیدا بکنه که آیا برابری میتونه ضامن سعادت جامعه باشه یا نابرابری، آیا آزادی تفکر میتونه ضامن کامیابی جامعه باشه یا محدودیت در تفکر، آیا اجبار در پوشش میتونه ضامن باشه یا نه. اینها مسائلی است که فرد باید به خودش این اجازه رو بده که بره اینو برای خودش بدون هیچ گونه تعصبی تحقیق کنه و به اون خودش رو عامل بده.